اتحاد نامقدس سرخ و سیاه. در حالی که نزدیک به 35 سال از انقلاب می‌گذرد، هنوز نام محمد رضا پهلوی برای بسیاری از ایرانیان حساسیت برانگیز است. چه آنان که او را رهبری دلسوز و وطن پرست می‌دانند و چه آنان که او را دیکتاتوری سرسپرده غرب می‌پندارند. فکر فرزندانشون خاک مرده بپاشند. عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا، که کتاب معمای هویدای او در سال 2000 به صورت یکی از پرتیراژترین کتاب‌های منتشر شده در خارج از ایران درآمد، این بار نیز با تلفیقی از سبک زندگی نامه‌نویسی و تاریخ نویسی کوشیده است تا چهره‌ای را که 37 سال بر ایران سلطنت و حکومت کرد به مخاطبان خود معرفی کند. میلانی کتاب تازه خود را که برگردان فارسی نسخه انگلیسی آن است، نگاهی به شاه نام نهاده است. مراسم رونمایی کتاب نگاهی به شاه که در جلسه تحت عنوان ریشه های انقلاب 1357 در کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن برگزار شد، گروه کثیری از ایرانیان را که مانند بسیاری از هموطنان خود در داخل کشور هنوز نسبت به دلایل وقوع انقلاب در ایران کنجکاوند، گرد هم آورد. گمان من این است که انقلاب ایران کاملا اجتناب‌ناپذیر بود. به هیچ وجه اجتناب‌ناپذیر نبود. تغییر در ایران اجتناب‌ناپذیر بود. ولی انقلاب اجتناب‌ناپذیر نبود. انقلاب در نتیجه تصمیماتی بود که همه ما ها در این اتاق، شاه در اون بر دنیا، طرفدارانش، آمریکا، انگلیس، اپوزیسیون ایران، آیت الله خمینی، همه اینها با هم گرفتیم. تقلیلش به هر کدوم از اینها دنیای خیلی پیچیده رو ساده میکنه. ولی آیا این کتاب ابهاماتی را که در ذهن نسل جوان ایرانی وجود دارد، نسلی که همچنان زیر رگبار تبلیغات ضد پهلوی نظام اسلامی قرار دارد، برطرف خواهد کرد؟ من قطعا وجدانم راحته در این مفهوم که تمام سعی خودمو کردم که تصویر درستی بدم. اینکه آیا این تصویر واقع بینانه هست یا نه، درست هست یا نه، این قضاوتی است که تاریخ خواهد کرد بعدها و قضاوتی است که خواننده خواهد کرد. در دوران جوانی ماویست بودم، در دوران جوانی نوعی طغیان، نوعی جهالت، نوعی نپذیرفتن واقعیت، نوعی سر به دیوار کوبیدن بخشی از واقعیته. ولی اگر این اطلاعاتی که الان دارم، این اسنادی که الان رو شده، اون زمان قابل دسترسی بود، قطعا فکر نمی کردم که راه حل مملکت سرنگونی شاهه. راه حل مملکت حتما انتقادهایی از شاه بود، ولی نه سرنگونی شاه. میلانی میگوید نگاهی به شاه حاصل بررسی 60 تا 70 هزار سند درباره دوران شاه، هزاران صفحه سند اردشیر زاهدی، 14 جلد کتاب شاه و حداقل 500 مصاحبه است که وی با چهره‌های مختلف ایرانی و خارجی انجام داده است. دکتر میلانی، در تهیه این کتاب هیچ نوع صحبتی با اعضای خاندان سلطنت نکردید، به ویژه با شخص شهبانو. دو هفته پیش که در پاریس بودم از ایشون سوال کردم که آیا نظری دارن در مورد این کتاب، گفتن که هیچ نظری ندارن، حاضر نشدن در این مورد صحبت بکنن. فکر میکنید یک، چرا شهبانو حاضر نیستن در مورد کتاب شما اظهار نظر کنن؟ دو، چرا حاضر نشدند با شما صحبت کنن برای تدوین این کتاب، کمک به شما در تدوین این کتاب؟ اولا خیلی متاسفم که نظر ندارن. به هر حال ایشون خیلی از مسائل اطلاع دارن. اگر نظرات انتقادی دارن بنویسن که منم جواب بدم، بحث بشه، مردم حقیقت رو بفهمن. و این کتابی بود که حتما خواننده زیاد داشت، میدونستن بر اساس هویدا، میدونستن اگر حرفی گفتن برای گفتن داشتن که میخواستن مردم بشنون، بایستی میامدن این حرفا رو میزدن. مردم میخوان بدونن حقایق رو. اگه من اشتباه کردم، برای همین است که اسم کتاب رو گذاشتم نگاهی به شاه. ممکنه اشتباه کردم، ایشون بیان توضیح بدن، آقای آموزگار بیان توضیح بدن، هر کسی دیگه ای توضیح بده. از طریق این توضیح هاست که ما میفهمیم. بدون شک یکی از مهمترین تحولات دوران حکومت شاه کودتای 28 مرداد است که به سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق و بازگشت شاه به کشور منجر شد که در کتاب به تفصیل از آن سخن رفته است. تقریبا همزمان با انتشار کتاب، اسناد تازه از سوی دولت آمریکا منتشر شده که در آن نقش ایالات متحده در این کودتا مشخص شده است. اون چه که روشن نشده، هنوزم روشن نشده و این اسناد هیچ روشن ترش نمی کنه به نظر من، با اینکه خیلی جنجال کردن در موردش.
اینه که بین 25 تا 28 چه اتفاقی افتاد؟ یک، دو، آیا اونچه که در 25 اتفاق افتاد کودتای شاه بود یا نپذیرفتن یک حکم رسمی شاه از طرف دکتر مصدق؟ به گفته عباس میلانی، شاه برخلاف پدرش مردی مذهبی بود و گمانش این بود که بدنه روحانیت طرفدار سلطنت است. شگفت‌انگیزه دعوتی که شاه از روحانیون میکنه برای شرکت در سیاست علیه نخست وزیرهایی که باش مخالف بود، مثل قوام مثلا، مثل مصدق مثلا. این که اصلا اسلام باید یک فعالیت عظیمی داشته باشه. من سخن اول شاه در مجلس رو، قسمش رو در واقع با رضا شاه مقایسه کردم. باورتون نمیشه این چقدر مذهبی تره از رضا شاه. تمام کتاب‌های مدارس رو عوض کردم به دستور آیت الله قمی و توافق شاه. به گفته عباس میلانی، برخلاف نظر مخالفین که شاه را رهبری سرسپردی آمریکا می‌دانستند، اسناد تاریخی عکس آن را در بسیاری از مقاطع تاریخی ایران نشان می‌دهد. سر قضیه نفت، آمریکا فشار مستمر می‌آورد به شاه که قیمت نفت رو بیاد پایین. نیاورد. آمریکا مجبور شد رفت با عربستان سعودی ساخت در دوحا، قیمت نفت رو علیه شاه آوردن پایین. در 1945 هم اونجوری که مخالفین میگن نوکر سرسپرده آمریکا و انگلیس نیست، اونجا هم استقلالش خیلی بیشتر از اونی که مخالفین میگن. کتاب نگاهی به شاه در 700 صفحه و با 7000 تیراژ توسط نشر پرشین سرکل در کانادا منتشر شده است و برای کسانی که از ایران بخواهند به آن دسترسی داشته باشند رایگان خواهد بود. از همین هفته پیش هر کسی که آدرس ایمیلی در ایران داره اگر بره به وبسایت www.abbasmilani.net میتونه این کتاب رو مجانا بخونه. بیژن فرهودی، صدای آمریکا، لندن.